an ishq ko iftikharam vatan dar raha jaan nisaram vatan ishq ko iftikharam vatan dar raha jaan nisaram وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت و من هر کجایی به نام خداوند توانا در این برنامه صدای مقاومت با من جاوید پیمانی خوشحال هستم خدمت شما عزیزان هموطنان همتباران عزیز قرار دارم و از خداوند آرزو دارم که همه شما عزیزان در حفظ و پناه خداوند باشین با فامیلا با عزیزانتان در هر جایی که زندگی میکنین در هر کشور در هر دیار خصوصا هموطنان مظلوم و عزیز ما در افغانستان که کلپای دردناکی را که ما دیروز توسط بعض خارجی‌ها پخش کرده بودن کودکای هستند که 3 روز و 3 شب غذا نخوردن واقعا دردآور بود اصلا سبب بدبختی ها کسانی که شدن آیا نوشتان دارن یا نی عزیزان همچون یک سلام خاص برزمندگان آزادی مقاومتگران عزیز ما کنا فعلا پیش بنده و پیش آزادی خواهان منطقه و جهان عزیزتر از همه چیز هستند. این عزیزان واقعا مردانوار با شکم گرسنه تهن با تن برهنه وقتی که برهنه میگیم لباس درست ندارن در کوپایه ها با سردی هوا استقامت میکنن مبارزه میکنن درود میفرستیم به این مردان آهنین تاریخ امروز اول نوامبر ماه نوامبر جنتری میلادی است رویدادهای اخیر دوستان عزیزان مقاومت با تمام تهدیدات با تمام پلانهای شوم با تمام تخریباتی که از طرف فاشست ها چی جاسوس های داخلی چی خارجی چی جامعه جهانی تهدید میشن تخریب میشن مقاومت ادامه داره هی حرف و کلام بنده بیاتون باشه بخواین نخواین مقاومت ادامه داره و ادامه می داشته باشه و دیر یا زوده مقاومتگران پیروز می شوند در این مسیر دشوار در پنشیر در طول چند روز پیش با تمام هجوم کاوردن جنگ بعد از اینکه نتانستن در مقابل مقاومتگران روبرو استادگی بکنن یا بجنگن اینا آمدن مردم ملکی را سکنجه و اذیت کردن دو جوان پنشیری را یا تاجک که از پنشیر از پنشیری نمیگم از پنشیر است به خاطر سکنجه ملش ها و تروریست های پاکستانی و استخبارات جهان جان به حق سپردن در اندراب ها که ما کلپ یکی از یاران قهرمان ملی فرمانده خیرخواه را داریم پس او کلپ میگذاریم که نا آمادگی برای تحرکات عملات نظامی دارند در بغلان خوسفرنگ هرات تخار بدخشان عملات چریکی ادامه دارن حتی در قندهار من کلپی را میخواستم تهیه بکنم که در اینجا عملات چریکای مقاومت در اولسوالی یا مو منزل اولسوال یا شهردار قندهار عمله میکنن تمام چیز اینا از آیفون کلپ گرفتن و
امدانان پشتون ما را به زبان پشتو صحبت میکنن، پیش از اینکه حمله میکنن، و در حالتی که حمله میکنن فیلم برداری با بسیار کوالیتی شب بوده، تاریکی شب است، ما هم نشان میده. ببینین در قندهار، در مناطق لغمان، همچون پکتیا، مناطق دیگر مناطق همچون چریکا مقاومتگرا فعال هستند. خب با تمام مشکلات هایی که مقاومتگرا یا جبه مقاومت داره دست شابسته هست، تمام میتونه بگویم توجه و تمام اتنشن بگویم به انگلیسی طرف جنگ بین روسیه و اوکراین است. حتی شما خبر دارین که سربازگیری که میکنن از ایران تا مناطق مختلف را که این سربازا را در روسیه استفاده بکنن به مقابل اوکراین، و همچون تعداد را از استخبارات مقابل اساکر یا سربازان کماندوی سابق یا پی پی که دولت فاشست اشرف غنی را که شرم باد به اینا که در این مورد صحبت میکنیم، همچون اینا سربازگیری کردن و اینا از مجبوریت به جنگ فرستاده میشن. امروز بازم بیرق مقاومت با آمد دشواری ها بلند است. مقاومتگران عزیز ما استادگی میکنن، تا آخرین نفس میر از من، از خاک خود، از هویت خود، از استقلال خود، از تاریخ خود، از زبان خود دفاع میکنن. واقعا کسانی که احساس پاک دارن، وجدان پاک دارن، چند لحظه اگر خود بجای مقاومتگرا با تمام دشواری هایی که مقاومتگرا روبرو هستن، از نگاه تجهیزات است، مهمات است، مثلا غذا هست، هر چی که ضرورت هست، با بسیار کم تم بگویم یا محدود استادگی میکنن، دشمن شکست میدن. واقعا به جای از اینا ما خدا بگذاریم، اگر واقعا ما درک کردیم حالت این مبارزین، وقت است که ما بیشتر احساس ما بیشتر میشه، وجدان ما اصلا بیدار میشه که ما در این کشور که زندگی میکنیم راحت هستیم. امروز درست است که ما مصروفیت های خود داریم، مشکلات های خود داریم، مگم مقایسه با او فرزندان اصیل و سرزمین نمیشه. اینا بس ما وظیفه ایمانی وجدانی ما چی هست، چی خواهد کرد، خصوصا در زمستانه که هوا چقدر سرد است. هوا بسیار سرد است، با تمام سردی هوا، باریدن برف، باران، چقدر اینا مشکلات دارن. و در عملات نظامی جامعه جهانی بگویم یا نیتو بگویم یا امریکا، تمام تونل ها و کیجایی که در زمان مجاهدین ساخته شده و تمام را اینا را از بین بردن، اینا کلش پلان بوده. امروز اینا در کجا میخوابن، در کجا غذا میخورن، خصوصا فکر کنید دو برف بارانه که افغانستان داره، کار آسان نیست. ما با یکی از همکاران ما، همسنگران ما که اینا در جبهات تخار در خوجابادین باز مناطق همکاری میکنن در داخل صحبت کردیم. ما گفتم که فعلا شما از عزیزان ما چی مشکلات بیشتر دارن؟ که باور میکنید که اینا در فکر غذا و نام نیستن، مگم سردی هوا میایه، بالا پشت اینا ضرورت دارن. اینا فکر کنه عزیزان ما. ما در داخل امریکا دیگه جاره یک طرف میمانم، در داخل امریکا با بعضی کسا که به تماس شدم که اگر اینا کمک انگفته بکنن اصلا جواب تلفن ندادن. با دشهار و لاف زدن و دروغ گفتن اصلا اینا واقعا برشان کردیت میتم. عزیزان تورک، شما آگاه هستین، در جریان هستین، تعداد زیاد من هم میفهم که اینا کیها هستن، از کدام پدر مادر به دنیا آمدن. در سوشل میدیا
ای وظیفه ماست که باید ایره بگویم. قضاوت نادرست به مقابل یا در مقابل عامر مسعود، عامر جوان، اینا قضاوت میکنن، نادلانه صحبت میکنن، اصلا بی مفهوم، بی معنی. فکر میکنن که اگه یک تحصیل هم کردن، یک چهار کتاب رو خواندن یا میفهمن. یار فایز اینا، ببخشین، تاثیرگذار است. تاثیرگذار به ایده محدود انسانان نافهم هستن که نه شهور دارن، نه فهم دارن، نه تحلیل درست میتونن کنن، نه تحصیل کردن. اگر تحصیل هم کردن، بازم باور کنین مردمانی هست که دیگری دارن. مگر من اوزام مزخرفترین انسان ها در جامعه هستن، بدبخترین انسان ها در جامعه هستن. مانای زیر نداره که بری یک دگری را بگیری و با گرفتن دگری تو میتونی شاهکاری بکنی یا انسان بهتر میشی در جامعه و در اجتماع یا از دیگران که بهتر هستی. نه، بعض کسایی هست در تمام جامعه های مختلف مستر دگری دارن، دگر مگم باور کنه که باشان اصلا افکارشان، رفتارشان، کردارشان اصلا مقایسه نمیشه، قابل قبول نیست. از او خاطر است که من هم میفهم که این سانهایی که گلون پاره میکنن، ما مقصد ما سر رهبرای خودفروخته و معاملگر و فریبکار و الان که در کشورهای مختلف زندگی میکنن، مقصد ما سر از اونا نیست. مقصد ما سر قشر کوچک نسل جوانه که در اروپا و امریکا زندگی میکنن و احساساتی میشن و چنان داد فریاد میزنن، این قابل قبول نیست. آقا سرت به گریبانت بگذار، اول خودت بشناس تو کی هستی، شخصیت تو چی هست، از کجا آمدی و به کجا میری، وظیفه ایمانی و اجدانی توی چی هست، آیا خودت صداقت به مقابل خدا، به مقابل مردم، به مقابل اجتماع، به مقابل وجدانت داری؟ به خاطر چی سر صدا میکشی؟ سر صدای منفی، در حالی که احمد مسعود عامر جوان سینه خود سپر ساخته، با یارانش در سنگرهای داغ مبارزه میکنن، کار دشواره را که واقعا وزن سنگینه که بندازه کوپای ها اندوکش در شانه ها برداشتن و خودت در امریکا و اروپا ششتی حرف مفت میزنی و اکتداتان هم دست خوشحال هستین در مقابل تک تاک، تویتر، ببخشین تک تاک، انستگرام، یوتیوب. کی هستی؟ چی هستی؟ احمد مسعود فرزند یک مرد به نام احمد چای مسعود، قهرمان افسانه‌ای که یک مرد که در تاریخ جهان شناخته شده، اگر از نگاه پدربگویی اصلت همچون رقابتش در سطح منطقه و جهان بالا است. اگر از نگاه خود احمد مسعود بگوی یک جوان تحصیل کرده با احساس، امروز همه چیز درک میکرده و درک میکنه، معامله نکرده، خون ملت خود نخورده، دستش در خون آغشته نیست و یگان جوانه که در دل تاریکی شبها استاده شد اعلان موجودیت و مقاومت دوم آغاز کرد. آیا شماها پدرتان، برادرتان، کاکایتان، مامایتان، رهبرتان، از هر قوم قبیله هستین، امی شهامت و مردانگی و غیرت داشته؟ نخیر نی. آیا کس دیگه بدون احمد مسعود هست؟ نخیر نیست. هیچ کس نیست. از مارشال تا جنرال تا وزیر تا وکیل تا رئیس جمهور خائن تکنوکراتت تا وزیر دفاعت تا رعیتت فرار کردین. ببینین؟ امروز شما حق ندارین کرفای زد نقیز با مقابل احمد مسعود بزنین که با کی شیشت، با کی صحبت کرد، چی میکنه، در کجا هست. احمد مسعود نه تنها رهبر نظامی،
بلکه همچون یک رهبر برجسته سیاسی است. وایر خارجی ها در کردن که احمد مسعود میتونه رئیس جمهور آینده افغانستان شوه. ما صحبت کردیم با بسیاریشان، خودم عینه شاهد هستم و اراس زیادم کسانی که چی استخبارات جهان است و منطقه از احمد مسعود اراس دارن، مثل که از پدر بزرگوارش مسعود بزرگ داشتن. به خاطر که احمد مسعود کسی نیست که مثل رهبرای خودفروخته و معاملگر و جاطلب به خاطر قصر شیک و یا چوکی معامله بکنن. نه پدرش معامله کرده، نه احمد مسعود معامله میکنه. احمد مسعود تهدید بزرگی در سطح منطقه و جهان است. چرا تهدید است؟ به خاطر که پلانای شوم استخبارات جهان منطقه با بودن احمد مسعود در سنه سیاست افغانستان یا بایس رهبر مقامت یا جای جاگزین احمد چای مسعود قهرمان ملی مرد بزرگ به مرام مقصد شومشان نمیرسن. از او خاطر است که اینا پلانای شوم را طراحی کردن، برنامه ریزی کردن و اینا کش دارن توسط یک تعداد غلامان القبدوش. اوف نسل میدانم تعداده، نسل نگم تعداد جوانان خودفروخته ای که امروز هستن در گرد بر مقاومتگران از این خودخواست استفاده بکنن. اونا صرف در دوربر یا احمد مسعود یا جبهه، در جبهه داخل نیستن، اینا در خارج هستن. اینا انتظار از این دارن که برای زمین کرسی داده شوه. اینا برای نوکری جاسوسی و استخبارات جهان کار میکنن. اینا ما درک کردیم از گذشتگاه، اگر درک نکردیم از زمان مقامت اول بر رهبری قهرمان ملی بیاموزیم. ما به گذشته ها، به تاریخ باید از توجه بکنیم، نظر بگذاریم و بیاموزیم که در گذشته ها تا امروز چی گذشته. سبب تمام قدرت توانایی را که ما عدس دادیم، سبب تمام بدبختی ها کیها بوده و چی ها شده، چی شده. بعد یک تحلیل بکنیم، آماده باشیم از هر نگاه، چی از نگاه فکری است، چی از نگاه جسمی است. اگر از نگاه فکری میگم، باید از ما حرف کلامی که میزنیم مثل یک تعداد احساساتی هایی که واقعا حرفایشان قابل قبول نیست، جای را نمیگیره. یعنی ما فکری باید از دقیق فکر بکنیم، تحلیل درست بکنیم. و از نگاه جنسی اگر میگم، اگر ضرورت باشه که داخل جبهه شون یا شویم، چرا نه؟ این وظیفه ماست. و عزیزان من خوب درک میکنم که پلانهای شوم، توطئه‌های شوم روان است. امروز احزاب مختلف تشکیل میشه، حزب مختلف تشکیل میشه. چرا یعنی؟ از خارج وطن فروختین. فراریا، چرای منفور بیغیرت که امروز وطن ایلا دادین، مردم ایلا دادین، باز رفتین در مناطق همجوار، همسایه یا ترکیه یا کشورهای داشتین اسم می سازن و شهار میتن و یا اعتداد طرفدارایشان. نه برادر، ای بار مقاومت باید از تاده و ساخته شده، دوباره شکل گرفته، با خون فرزندان ما، با خون خواهران ما، با خون پدران ما. این بار ما باید از آله دست ناکسان نشیم، فریب ناکسان تکنوکرات هایی که یک تعداد جوان های خودخواهی که دور پیش احمد مسعود بگیره نخوریم. با نکتایی و با مستردگیریش و بازی نخوریم. ما بهتر است که چهار تا بی سواد شجاع و دلیر با غیرت و با عفت و با ایمان باشه، فرزندان راستین راسخ با وجدان صادق باشه، نه که به چهار تا تکنوکرات جاسوس از امریکا و اروپا بره به خاطر منفعت خودشان و بادارانشان. او را قبول نداریم به هیچ وجه. با تمام توان در مقابلشان استادگی میکنیم. مقاومت بخواه کس نخواه ادامه داره و ادامه خواهد داشت عزیزان. و با تمام توطئه هایی که از ما باید استادگی استاده شویم.
از دوستانی که از می امریکا به تماس شدن صحبت هایی داشتیم. برادران هستان خواهش میکنم مرا میشناسین، شما عزیزان نور چشمان ما هستین، بازی دگران را نخورین. در جنگ امروز ببینین در شرایط دشوار اگر من فرمانده جبهه باشم بفهم که جانم در خطر است، من چریک هستم، آیا من خدا دادم مرگ بتم یا بتانم با یک استراتژی خوبه عقب نشینی بکنم دوباره داخل صحنه بیایم با یک پلان برجسته که دشمن دامنگیر بسازم. اگر من واقعا تصمیم نادرست بگیرم که خودم به خطر پرتم و چهار تا هم سنگرم هم قربانی ناحق شوه، هیچ چیزم به دست نبیه، وقت خارم با چهار تا لافوک پفوک کنه که ما شهید دادیم، نه، این کار درست نیست، این عقلانیت به کار است. در سنگرهای داغ فرماندهان ما میدانم، ما با ایشان به تماس هستیم، اعتبار دارم، اینا با استراتژی بسیار خوب کار میکنن. اول خود سردی هوا دشمن توان و قدرت نداره که بیاین عمله بکنن. بله مقاومتگرا میدانن که جنگای چریکی را عملات خود انجام بدن، اونا خوب درک میکنن که در این سردی هوا چی کار را انجام بدن، چی بکنن چی نکنن، در کجا باشن در کجا نباشن فرق نداره، حق به این کسانی که در خارج زندگی میکنن نداره که والا فلانی مقاومتگر در کجا است، چی شده، چرا تو شده، نه، ما تو کی هستیم، جان از اوناست برادر، خون از اوناست، شهامت از اوناست. اگر من میایم در 19 سال یا 20 سال خدمت میکنم، صدای مقاومت بلند میکنم، حتی میعق برای خود نمیتونم که من خدمت کردیم، هزمه چیز خود میگذرم، من حق دارم که اونا را بگویم چرا کار میکنه، نه حق ندارم، به خود این حق نمیتونم. من با حوصله، با تحلیل درست، با یک پلان سیستماتیک میخوایم پیش برم، نه که به حوصلگی احساساتی پیش برم. میفهم بعض وقت انسان احساساتی میشه، احساسات هر انسان قابل قدر است، مگم احساسات بجا نبیجا، احساسات که واقعا صادقانه باشه، او قابل قبول انسان است. عزیزان من، مقاومت ادامه داره. ما از تمام هموطنان ما که در ایران در هر گوشه و کنار دنیا هستن، هیچ وقت تا حد که میتونید صدایتان بکشین، کسانی که صادقانه باورمند به مقاومت، به آمر جوان احمد مسعود، برادران و خواهران خدان حسین و برادرانشان در جبهات جنگ، در کوپای های اندوکش و پامیر هستن، در تویترهایتان، در انستگرامتان، در فیسبوکتان، واقعا صادقانه یاد بکنین، سپورت بکنین، انرژی بتین، در تظاهرات اشتراک بکنین اگر تظاهرات بشه. لطفاً ای بار مستان خواهش میکنم، خصوصا بر اقوام تاجک که به ثبوت رسانن، بر تاجک های ما که وقت امریکا میرسن نادیده واره، ببخشین وقت باید گفته شوه، اینا پشت عیش نوش میگردن، پشت از این آن میگردن. امروز شما وظیفه دارین، پیش خدا رفته نیستین، مادر وطن چی است، ناموستان است، واقعا مادر وطن ناموست است، مادرت است، هم وطن ما، هوشیار شو، غیرت پیدا کو، شهامت پیدا کو، دلاف و پتاف نمیشه، بارا گفتیم، امروز حرکت بکو. ببینین هموطنان هزاره ما توانستن که جنساید هزارها را قتل آمشه در کجا برسانن، ای چی بود موفقیتشان، از اتحاد اتفاق شا بود، از پایی که دیگر نگرفتن، از سود نبودن، ای که دیگر بالا میزنن، تاجک ها کس از پایی که دیگر کش میکنن، امروز میاین رهبر شون، پدرت رهبر، پدر کلانت رهبر، کدام رهبر، چی داری تو؟ بسیاری تمامشان اروپا امریکا گریختین، نه در جهاد بر حق ملت افغانستان صدا داشتین، نه در مقاومت صدا داشتین، ایشی میان خوابای بسیار نادرست، خوابای فریبکاره، خوابای بسیار بیمفهوم، بیمعنی، به خاطر شهرت جاه‌طلبی. او برادر خیرت هست، تو اول هیچ خیرت شهامت نداری، اتحاد اتفاق نداری، اصلا خود نمیشناسی،
از خود شروع بکو. برادران در این قسمت برنامه کلیپ اول برنامه را که با یاد بودی از قهرمان ملی مرد بزرگ احمد شاه مسعود که آقای رضا دقتی در یکی از برنامه های امتبارایان ایرانی ما در نزدمی اواخر حاضر شدن، بسیار کوتاسی کلیپ ببینین که در مورد شخصیت قهرمان ملی اینها چی میگن. و این کلیپ به خاطر که ما تمام نفسی که میکشیم چی در داخل افغانستان، از بدخشان تا قندهار، از المان تا کابل، از هرات تا پغمان، به خاطر آزادی مقاومت بنیانگذارش قهرمان ملی افغانستان مسعود بزرگ بوده. امروز نامش، افکارش، کارنواییهاش، مکتبش کافیست یک میراث بزرگ برای تمام ملت افغانستان است. اگر ما تظاهرات در خیابانهای اروپا و امریکا و استرالیا میکنیم، اگر ما از هویت خود دفاع میکنیم، اگر ما میخیزیم جرأت میکنیم امروز که از قتل عام خود ای را احمد شاه مسعود با قربانی خود، جانان شیرین خود و یاران با وفایش ای را انبار ساختن. اگر دیروز احمد شاه مسعود نمی بود، ما براتان میگم مسائل که امروز در افغانستان گذشته از این بد بتر بود. مگموت که گفته بود تا اندازه کلاه من در این کشور جا بمانم من مبارزه میکنم. و امروز ببینین که از بامیان گرفته تا تمام مناطق افغانستان طالب گرفت، بیرقای طالب بلند شد. بله؟ این واقعت است. از فاریاب گرفته تمام مناطق، امروز تمام مناطقی که از پنشیر اندراب هاست که بیرق مقاومت از حوالین روزی که طالب داخل شد بلند کردند، در مقابل طالب جنایتکار ملشای پاکستانی استادهی کردند، قربانی دادند، میر از من مردانوار. این مبارزات، این مقاومت یا هر چیزی که نامش میمانه یک تعداد، ای از خیرات و میراث مسعود بزرگ است و افکار اندیشه مسعود بزرگ است که ما امروز برای ما انگیزه میده، برای زن مردم ها وستادگی میکنیم. و احمد شاه مسعود یک شخصیت درخشان تاریخ مصر افغانستان، منطقه و جهان است. کلیپ اگر آماده باشه بیاین کلیپ کوتاه را آقای رضا دقتی که از خبرنگارانی که در فرانسه است که بسیار نزدیکی با قهرمان ملی داشتن، یک فوتوگرافر بسیار خوب، اینا بسیار خدمت کردن و این کلیپ با هم تماشا میکنیم. با ما باشین. باید بود قهرمان ملی مسعود بزرگ روی شاد باد. این بشاد شخصیت تاریخی بزرگ منطقه هستش. بله. تاریخ یه آدمی هستش که دیوار برلن رو در حقیقت میشه گفت این پایین آورد با این کاری که کرد، با اینکه ارتش شوروی رو تنبایش که شکست نداده بود، هیچ کس اصلا فکر نمیکرد که شکست میشه بوده. شکست داد این مسعود که من اصلا سال اول هم روش بودم دیگه، 17 سال من باش تو کوه بودم، رفتم و میامدم عکس و فیلم و اینا من گرفتم. بله. و یه دوستی خیلی نزدیکی بود، شطرنج هم بازی میکرد. شما شطرنج بازی میکنید؟ آره. بی من هفته پیش با استاد شطرنج اروپا بازی کردم. آه مسعود بازی میکردی. خب تو میبردی یا مسعود؟ والا اونش دیگه بمان مثل مال من هم میدونم، منم به کسی نمیگم چی شد بازی هفته پیش. والا خیلی قوی بود به خاطر اینکه واقعا یه چیزی بود دیگه، یه عجوبه‌ای بود توی این منطقه، تاریخ بشری. اینا عجوبه به همون مفهومی که مثلا ما میگیم بابک خرمدین و نمیدونم ابو مسلم خراسانی، از این شخصیت ها اینطوری که تو تاریخ خیلی کم هستن، این هم از اون ناز میمونه. من که کاری که کرد کارستان بود دیگه. و این پورتراش هم میگم یکی از کارهایی که من میکنم نمیشه اینه که دوربین هم همراهمه و آماده و همینجوری که با آدم ها صحبت میکنم، نگاه میکنم، اینا یک دفعه میبینم که اون چیزی که من دارم فکرش میکنم الانه دیگه. اون موقع دیگه به دعواشی نداریم دیگه. در میاری و عکس میگیری. خب کلیپ را ببینن با یاد بود یا صحبت های امتباران ایرانی ما، کی تنها امتباران ایرانی عزیز ما نیست، در هر گوشه و کنار دنیا یاد از این مرد بزرگ در قرن 21 همچون رهبر چریک کرزماده که نه تنها رهبر نظامی که در جهان، امروز در ایتالیا، در فرانسه، در کشورهای مختلف از
پلان ها بگویم یا جنگ های چریکی قهرمان ملی احمد چای مسعود اینا درس میتن در اکادمیا و امی طور که آقای دقتی میگه که دیوال برلین احمد چای مسعود به زمین در آورد و جنگ سردن برنده جنگ سردن این شرم‌آور است که بعض اگر منصر از منطقه مسلمان ها یا امتبار های ریاد نکنه افتخار بکنن حسادت یک طرف بانن. من چند تا رهبرای منطقه را دیدم که صحبت میکردن از جنگ سرد یاد نمیکردن. این شهامت و استقامت و استادگی مسعود بزرگ بود که قدرت جهانی را شکست داد و امو طوره که وال استریت جنرال و پرزیدنت بوش و واشنگتن پست گفت که مسعود از the winner of the Cold War or the man who won the Cold War. واقعا امی هستش و امروز ما توانستیم که قهرمان ملی افغانستان با ملت افغانستان یک قدرت بر قدرت جهانی رو شکست بده که امروز قدرت های دیگه نمو بکنن کشور های دیگه. اگر افغانستان احمد چای مسعود در مقابل قشون سرخ استادگی نمیکرد من براتان خل میدم، همچون قدرت نبود که استادگی میکرد به مقابل روسیه. ما بودیم، قهرمانی های ملت افغانستان بوده عزیزان ما. در این قسمت برنامه دوستان صحبت کوتاهی را دارم، بعد یک ببخشین کلپ را از داخل جبهه داریم، بیایی که کلپ هم از رویدادهای اخیر است، این کلپ را تماشا بکنیم. خیر محمد خیرخواهی که از یاران قهرمان ملی یاران با وفایشان که در اندارب ها سخت میر از من با تمام فشارها تهدیدات مردانوار استاد هستند، مردانوار زیستند، واقعا تمام عملات تهاجمی را با هزاران نیروهای اشغالگر تروریست ملشهای پاکستانی کلماتو که در پنجشیر اینا تمام تهدیدات عملات گسترده را انجام دادن، ناکام روسیه برآمدن، در اندراف ما هم چه کار کردن. بیایی با این کلپ واقعا شجاعت مردانگی استادگی از این مردان آهنین نشان میتن. بیاین کلپ با هم تماشا بکنیم که از مقامتگران عزیز داخل سنگر هستن. شما که شما تحریک کرده میشه او طرف هم میشه تحریک یک سال سال نیمه هر پشته که و هر کس که مسئولیت داره از کمکی و از ثقیله و یپا مطمئن باشیم کل اگه چیز شما به نظر گرفتیم خودم زیر کنترل خود انشاءالله برنامه را پیش میبریم از این یپا مطمئن باشیم. فقط شما مشخص همین وظیفه تان که بنو پوستا براتان داده میشه و وظیفه حقب نشینی تان توسط مخابره یا تلفن براتان گفته میشه. فقط بینی برنامه همه که انشاءالله موافق هستیم، موافق باشیم، اگر کدام نظری داریم خوب، اگر نداریم بخیر دعای خیر میکنیم، برنامه خدا آغاز میکنیم، چیزی که رضای پروردگار بود حرکت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يا دو سي چار قمامان سب كبار مشنه مشنه شبکه شامل و عملیات ها شبکه شامل و عملیات ها کل شبه برای ما اطمینان بتن. مقامات صدا ما که مشتری تاثر دمارکه صدا بکو که اطمینان بتن اطمینان بتن شبکه کلتان اطمینان بتن بابا مقامات شاداب مقامات مشنم مشنم طرف های ما خیرتی هست سلامت و بخیر باش مقامات خود جا بجا شده و خیرتی هست و فیلم گرد بابا بیا کنش میشنوی؟ واکنش میشنم دیام روی رضایتی باشد بگوش هستم سلامت باشیم بخیر باشیم آداب باختر شاداب باختر میشنم جناب کمانا صاحب که میشنوی ما را جای خود ممکن داریم چیز هم رضایتی باشم میشنویم سلامت و بخیر باشیم منتظر باشیم نوش شاداب نوات میشنم خیر باشی قماندان صاحب ما در موقع جا با جا هستیم چیزی هم رو هدایتی باشم میشنویم سلامت و بخیر باشی تشکر
شاداب میوان شاداب میوان نشنم بخارم سلامت باشی قماندان صاحب مادم موقعیت خود ثابت شده منتظر هدایت خود هستیم سلامت و بخیر باشی شاداب سنگر شاداب سنگر نشنم مزنی مام در موقعیت خود جا بجاستم تشکر سلامت باشی خب عزیزان من این کلیپ فرمانده جسور یکی از یاران قهرمان ملی کوم رو خود به خاطر حفظ سرزمین مولانا ابن سینای بلخی رودکی خواجه عبدالله انصاری ابو ریحان بیرونی رابعه بلخی ابو مسلم خراسانی رستم آرش کمانکش حبیب‌الله کلکانی، مسعود بزرگ که در این قرن هیچ رهبری نه شهرت نه محبوبیت هیچ چیزش مقایسه نمیشه هیچ چیزه ببینین استادگی میکنن مردوار مبارزه میکنن و به حال او از سودان او وطن فروشان او جاسان مثل غنی کرزای اتمر استانگزای گلبودین ای طالبای وحشی بی فرهنگ خونریز که امرو در طور تاریخ مادر وطن فروشی کردن خیانت کردن بود پاکی کردن امروز هم این طالبا رو ببینین چی یک وحشی مردم قوارای شنوی لباس ها را شکم ها را ببی ایوانات یک بار در زیر پای روسا مفتن یک بار در زیر پای امتبارای ایرانی ما مفتن دیگه بار در زیر پای ازبکستانی ها مفتن دیگه بار در زیر پای امریکا ها مفتن دیگه بار در زیر پای ازار کشور و ازار انسان هایی که اصلا اینا خود باز مسلمان میگیرن و افغان میگیرن اول واقعا شرمسار از کلمه افغان که شما استفاده میکنین بخاطر اون کلمه افغانه که در سابق بوده او از بین رفته دیگه مفهوم نداره شما تمام هویت همه چیز فروختین اجازه بدین یک تلفن جواب میدیم. بینه سلام بر شما رو خط هستین برنامه صدای مقاومت بفرمایین. سلام علیکم جاوید جان پیمان برادر عزیزم. سلام خدمت شما. سلام برای همه شنوندگان تلویزیون مقاومت. روح حفظ هستم از ولایت پنجشیر با شما هم کلام. سلام خواهر عزیز. بفرمایین من به خدمت هستم. برادر عزیزم تشکر میکنم برادر قرمانم. دیگه من میخواستم یک شعر کوتاه براتون به خوانش بگیرم من چند بار دیگه خواستم در برنامه به تماس شم من تو بعض مشکلات بود نشد تماسم رخ نشد ببخشین بفرمایین به خدمت هستیم خب یک پیام کوتاه دارم اولتر از همه کسایی که میخواین که احمد مقصود بعض گپای بدرد بگوین برشان یک پیام دارم که خودشان اصلا انسان نیستن خودشان نوکر پنجابی هستن و بعد رد بر احمد مسعود میگن بر عمر صاحب شهید احمد شاه مسعود میگن بله و لطفا برشان همیشه میگم که هیچ وقت جایگاه احمد مسعود و احمد شاه مسعود هیچ کس نمیتونه گرفته برای همگی معلوم است برای همه کشورا و هیچ کدام تابال کدام خیانت نکرده برای مردم برای افغانستان برای وطن خود برای خاک خود کدام خاک فروشی نکرده بله بله واقعا مثل دیگر ها مثل مزدورای دیگر جیبای خود پر نکردن وقتی که کدام مشکلاتی که سر افغانستان آمد فرار کرده باشن بله همیشه وقت از خاک خود از مردم خود از ناموس خود دفاع کردن واقعا است بله بله من نظر شما هستم برادر عزیزم تشکر میکنم برادر نازم همیشه وقت پیام مردم خواهش میکنم به گوش همه کشور برای همه مردم رساندین و من هم یک شعر کوتاه بسیار کوتاه براتون میخوانم خواهش میکنم بفرمایین بیا که بار دیگر ریز و چاک چاک شوی به گوشه گوشه پنشیر زیر خاک شوی بیا که هر یک ظلم تو جگر خوند ز تخت و تاز تو دشت و دمن دگرگون است بیا که تو نادیده زور باتوری بریش و پشم و پر از چرک خیش مغروری بیا که با تو دهم درس تا شوی آدم کتاب دانی که کوه پایه ها کوه خواهش میکنم بفرمایید کتاب دانی کوه پایه ها است پس محکم
بیا که تا تو از این ره به کام مرگ روی، بدون ایهای و غوغا و ساز و مرگ روی. برادر عزیزم بازم مطرد میخواهیم یک زرگ اگ زبانم گرفت. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. خانه تان آباد، آفرینتان که شما در این سردی هوا، در مشکلات که است، واقعا تهدیدات که است، ای را هر انسان درک نمیکنه. ای کاش که ما از خداوند میخواهیم که تمام هموطنهای ما را، خصوصا من آدم بسیار صادق و واقعگو هستم، خصوصا تاجیکای ما را وجدان پاک احساس پاک بدن که درک بکنن که مردمشان ملتشان فعلا در این لحظه در چی حالت قرار دارن. اگر ما این را درک نکنیم، هر روز که از خانه میبرایم چی چشم خود را باز میکنیم، از خواب چی حرکت میکنیم، ما باید با ملت خود در لحظه باشیم، با کشور خود باشیم. در غیر از او مزمو خاطرش کسایی که شعار میتن اصلا سرمه تاثیر زیاد میکنه. چرا ما وقت خود ضایع میکنیم، وقت دیگران در سوشال میدیا ضایع میکنیم؟ مبارزه از جیب خالی نمیشه، از لاف پتاف نمیشه. من درک میکنم آفرینتان با شهامتتان، واقعا چیزی که من چند لحظه بعد صحبت میکنم به خاطر قهرمانی های دختران افغانستان است که از امروز نیست، قهرمانی هایشان از زمان جهاد که با تانکای روسی در کابل اینا به شهادت رسیدن. شما سلامت باشین خواهر عزیز، زنده باشین، بخیر باشین. اگه چیز گفتنی دیگه دارین بفرمایین. تشکر، تشکر برادر عزیزم، سلامت زنده باشین. با جمله هم سنگر و هم وطن و همه برادرای مقاومتگرای ما، برای همه مردم ما، چه من نمیگم که والا پشتون همه گیشان بد است، پشتونای ما هستن، امیال طرفدار به صلح طرفدار با آرامی کشور هستن. بله. و پشتونایی که میخواین که مردم بد کنن، مزدورایی که میخواین که مردم یکی دگردن دیگه پرتن، مردم در این وضعیت کشاندن در حال که خودشان جیبا پر از پول از افغانستان فرار کردن، افغانستان در بسیار حالت بد رها کردن. اما باز هم میگم زنده بود مردم و پنشیزر، زنده بود مردم و همدراب، زنده بود مقاومتگرا که تا به هلال استادگی کردن. و ما هم تا درگ ما یک قطر خون از مادم برابر برادرای خود استاده هستیم و همیشه دفاع میکنیم. افتخارم هستی برادر نازم، کامیاب باشی، قربانتان، وقت خوب و خوش برد، سلامت باشی، تشکر از اینکه تماس با بودید. خواهش میکنم، بخیر باشین، شبتان بخیر، خداوند یار یاورتان. خب دوستان عزیز، خواهش میکنم خواهر عزیزم این پارچه شعر که اگلت کنم چون از طریق واتساپ شما برامون بفرستین. دوستان، ما چهره های وطن فروش، چهره های منفور، چهره های معاملگر، چهره هایی که به نمایندگی از قوم خود که نماینده قومم نبودن، اینا با قدرت و با شان و با جلال خود رساندن، امروز کجا هستن؟ ما چند تا از اینا رو تنها نام میگیرم. سرور دانش، یک انسان اصلا بودپاک، چاپلوس، یک انسان واقعا که اصلا نه کدام کرکتر داشت، هیچ چیز بجز از اینکه نوکری جاسوسی یک انسان خائن اشرف غنی وطن فروش جاسوس بکنه، امروز حزب درست کرده. تو چی کاره هستی؟ کی هستی؟ واقعا شرم‌آور است که امروز گریختی از یک کشور دیگه. یعنی تا با این دسیسه نامردانه شما وطن فروش ها خائنین، افغانستان دیگه به حزب بازی برهبرای معامله‌گر وطن فروش جاسوس فتنه و خونریز کار نداره. یعنی شما که بی‌غیرت هستین، تا هر روز نسل جوان هزاره قتل میشه، امروز یک روز ما ندیم یک کلام مقابل دشمن، به مقابل طالب فاشست بگی یا اشرف غنی. این غیرت شماست، این شهامت شماست. نسل جوان هزاره باید بدانی را کی رهبرا خائن هستن. او جوان عزیز، او هم تبارای هزاره ما، ازبک ما، تاجک ما، پشتون ما، اینا خائن هستن، اینا رهبر نیستن. ما براتان میگم اگر شما میخواین که افغانستان یک مسیر دیگر طی بکنه، یک افغانستان مترقی، یک کشور پیشرفته، و شما بدانید که در روی دانشگاه حق زبانتان صحبت کرده بتانین، تعیین سرنوشت آیندهتان و از اولادتان، تاریختان، هر کاری که بتانین بکنین باید انجام بدین، پس این رهبرای فاسد فراموش بکنین، برین پشت رهبر جوان. ای خودخواهی، جا طلبی، قوم پرستی، منطقوی رو پس کنین. اگر وجدان دارین، اگر شهامت دارین، اگر واقعا صادق به تاجک بودن، هزاره بودن، ازبک بودن، پشتون بودنتان هستین، خیلی بیاین به رهبری پشتیبانی احمد مسعود صادقی بکنین
و ما و شما نمیشه که پشتونوالی بخواید، پشتونستان بخواید، دیگه هزارستان، دیگه خراسان، دیگه اینا نه. ما بس میتونیم با موم ارمان بزرگ قهرمان ملی احمد چای مسعود و که یارانشان امروز فرزندش جاگزین است، ما میتونیم که افغانستان ملت از این مسیر از این بدبختی نجات بدیم. و نسل جوان و نسل نهی که پیشتر گفتم که از خارج تعیین شده باشه که باز فلانی سانی فلانی که باز اینا دست به خیانت جنایت بزنن، نه. کسانی که صادقانه در ایرا مبارزه کردن، رزمیدن، امتحان دادن، استادایی کردن، حتی در سالیان سال راه مستقیم، مسیر مستقیم، هیچ وقت اگر فشار زندگی آمده، اگر فشار مالی آمده، اگر فشار رویی آمده، اگر تهدید شدن، چی در داخل چی در خارج، مردانوار استاده شدن، مسیر رایشان، خطشان صراط المستقیم بوده و هست. سروی جوانها میتونیم حساب بکنیم. از او خاطر است که آقای سرور دانش تو خائن، تو مداری و تو جاسوس نوکر اشرف غنی فتنه، قوم فروش و یاد فروش در جایت بیشی. نسل جوان با تبازی تو را نخوره. حتمر خائن. اماتن سلام بر شما را خط هستن برنامه صدای مقاومت بفرمایید. بخیر باشین، سلامت باشین. ما میخواییم امرای پیمانی سر گپ بزنم. ما جاوید پیمانی سم برنامه لایف هست، بفرمایید روی خط هستین. قربان شما، بخیر باشین، سلامت باشین، خدا کنه که مرا شناخته باشین. زنده باشین، بخیر باشین جاوید جان، بخیر باشین، سلامت باشین. خواهش میکنم. آرام باشین، سلام خدمت شما، خدمت تمام همکاران شما. سلام بر شما. بفرمایین عزیز ما، وقت برنامه باخر رسیده که شما صحبت آنه بکنین، ما به خدمت هستم. من صرف یک کوتاه یک شعر به وصف عامر صاحب میگم، عامر صاحب شهید. بله. اینمی رو فقط نشر کنین. بفرمایین. شما روی خط هستین، لایف هستین، بین نامش نواز آوازتانه، بفرمایین. ما شعر شروع میکنم، شما دقت کنین. بفرمایین. های مسعود تو رفتی افلاک خاک شدی، های مسعود تو رفتی افلاک خاک شدی، مهمان عزیز خالق پاک شدی، تو چی گلی بودی که همه گلها بر روی تو می آمد، گل وقت بهار بر زیر خاک شدی. بفرمایین بینی عزیز. قربان، بخیر باشین، سلامت باشین. اینمی را مردی که در تاریخ نامش به خط زرین درشت نوشته است، با خط طلایی نوشته است، عامر صاحب است. عامر صاحب افتخار تمام دنیاست، نه از یک افغانستان، تمام دنیا باید برش سلام بده. تمام کس، هر کس که دان ناپاک خودم به قابل عامر صاحب با بلند میکنه یا زبان بالا میکنه، او اصلا از افغانستان نیست، افغان نیست، و یا بگویم دری زبان نیست، تاجی زبان نیست، یا تاجیب زبان نیست، یا حتی از برادرهای پشتون ما که با اصلاح به مقابل عامر صاحب بیادبی کنن، اصلا اصلا نیست و از این خواب نیست. بخیر باشین بینده عزیز. واقعا گفتن شعر بسیار زیبا، مگم شکست چند جایش. اگر لطف کنین از نمیفهم از کجا با تماس نیم، واتساپ خودش بعض وقت مشکنه، چه دمو لابلای شعرتانه که دکلمه میکردن یا میخواندن شکست. مگه ما شنیم بسیار شعر پرمانی بسیار زیبا. در برنامه اندام شما میتونین که با شعرهایتانه همکاری بکنین، بخوانین. وقت خوش براتان میخوایم. تشکر یک جان. قربان چند، بخیر باشی، سلامت باشی. ما موقعیت خود گفته نمیتونم، موقعیت خود گفته نمیتونم. انشالله ما در واسب بر تعمیر روان میکنم. روان کنی باز، ما با اجازهتان ما میخوانم، اگه اجازهتان باشه. اجازه پیر استاد، ما خود نماینده ما هستی، دوست ما هستی، برادر ما هستی، و یکی از امون جنرال های بسار ارشد هستیم که خاص احترام برای عامر صاحب داره. کی احترام برای ایشان نداره، باور کنین. بخیر باشین، سلامت و زنده و پاینده بمانین. با امان خدا. خب بینینو عزیز، کوتا وقت برنامه با آخر میرسه. اتمر
فراری، خادس، جنایتکار. همچون در صحبتهایشان یا سپیچشان میگه که ما دولت فدرالی را قبول نداریم یا این سیستم یا سیستم قبول نداریم. این وطن فروش، این خائن، این کسی که افغانستان در دو بار امضا کرد فروخت، تو کی هستی، چی هستی، و فراری و خائن و وطن فروش؟ او قاتل ملت افغانستان که تو خادست حق نداری که دوباره بیای سرنوشت ملت تعیین کنی. چرا اینا بعد از احمد چای مسعود، که احمد چای مسعود هم پدر افغانستان به شمار میره، هم فرزند افغانستان، هم برادر افغانستان، هم رهبری که مثل یک دیگه که سرپوش نداشته باشه هر کس چمچه بزنه، بعد از رفتن قهرمان ملی یا ترور قهرمان ملی و اقتداد یارانش، افغانستان مثل یک دیگ شد، سرپوش بی سرپوش شد و هر کس ناکس چمچه زدن و الان چمچه میزنن. مگر بعد از اعلان موجودیت احمد مسعود، سرپوش دوباره در راست میخواد که سر دیگ بشینه و دیگه به یک هر کس ناکس اجازه نده که چمچه بزنه. ای بیاتان باشه، ما اجازه دیگه برای هر کس ناکس احمد مسعود طرفدارانش اجازه نمیده. حق نداری او خائن، او پلید، او وطن فروش. مگر کلام زشت میزنم، امروز باور من میشه که سرزمین مرا، ملت مرا در چی بدبختی کشاندین؟ بی‌ناموسی مردم ساختین. از بی‌ناموسی که دیگه چیز نیست. واقعا شما اینقدر بی‌غیرت هستین؟ یک تعداد درخت و چرخ هستن، در پایکوبی شراب هستن، در دزدی و حرامخوری هستن. یک تعداد فرزندان صادق مثل ما وره که زحمت میکشیم، رنج و بدبختی را تحمل میکنیم و صادقانه مردانوار صحبت میکنیم. از حق ملت خود، از مردم خود. دوستان همچون کوتا، جوانان عزیز، احساساتی صحبت میکنین در سوشال میدیا که داتان خودخواهی میکنین، نه در سنه جهاد و مقاومت بودین، در اروپا امریکا زندگی میکنین، از توییتر مفت، از اینستاگرام مفت، از تیک تاک مفت، از یوتیوب استفاده میکنین. شما با هر کلام، با رفتاری که ناجایز را انجام میدین، مثلا خراسان تاریخش به ما معلوم است، به ما شما معلوم است، ما شما آیت خدا میفهمیم، تاریخ خدا میدانیم. حرکاتی که ما انجام میدیم باید از در قالب وقت زمان باید انجام بدیم. هر ساعت هر روز تغییرات میآید در سطح منطقه و جهان. در افغانستان، افغانستانی که بیشتر گفتم دیگ بی سرپوش، تمام قدرت و سیاست و مسائل نظامیش در دست خارجی ها، استخبارات جهان است. من تو اگر امروز بیایم از آرستان بگویم، من تو اگر از ازبکستان بگویم، من تو اگر پشتونستان بگویم، خب او پشتونستان یک طرف میمونه که طالبای فاشست، امروز قدرت و نیرو همه به دست همی فاشست هاست، توسط بادارانشان، توسط آیسای پاکستان، توسط استخبارات جهان. مگر من تو چی داریم؟ نه جایگاه داریم، نه لشکر داریم، نه قدرت داریم. او که داشته مادس داریم به خاطر همین چی بود؟ شهرهای بیجا، به خاطر معاملگری، به خاطر خودخواهی، به خاطر یک قصر شیک، به خاطر یک چوکی، تمام هستی و نیستی را دست دادیم. و امروز ما میخواییم که کارا و شهرهای ناجایز بی فایده. اول خب من تو مرد میدان شیم، بریم در سنگر داخل شیم، بله یک نیرو درست کنیم، یک قرارگاه و جایگاه برای خود درست بکنیم. و با این حرکات ناشایسته، حرکات بی‌مفهوم، ضرر، ضربه و پیکار مبارزین واقعی میرسانین شما. لطفاً فیسبوک های جلی دروغی را به نام خراسان اینا آن ساختین، میخواین که عکستان در پلی احمد چای مسعود و استاد ربانی و حبیب الله کلکانی بانین، شما شخصیتان با اونا نمیرسه. ای کل جاه‌طلبی است، شهرت است، نام کشیدن است، قدرت است، به جا نمیرسین. لطفاً خیانت با مقابل پیکار یا رزمندگان آزادی نکنین. بگذارین تصمیم از سطح رهبریت گرفته شود. بیش از 2000 نیروی کماندو از ایران لس گرفته شده، داخل روسیه فرستاده شده، اینا را تعلیم میتن دوباره و میخوان در جنگ اوکراین بفرستن. چرا فرزندان افغانستان به خاطر جانشان، به خاطر امنیتشان، به خاطر حفاظت فامیلشان با سوریه روان شوه، با کشورهای دیگر روان شوه، با روسیه و اوکراین روان شوه که اینا قهرمانی کنن جنگ روسیه یا اوکراین
ختم بکنند. چرا؟ چرا از کشورهای منطقه و جهان فرستاده نمیشه اگر میشان قدرت‌های جهان هستند؟ این بار اول نیست. سبب تمام بدبختی، جنایت، خیانت، سبب این شرمساری که فرزند افغانستان به جنگ‌های مختلف فرستاده میشه و اونا خودشان به زور و برزا نمیرن، مجبوریت روزگار و بدبختی شاید برن. این شرمساری ده کی باید از قبول بکنه؟ برای من واقعا درد بزرگ رس کردم که شنیدم. این جنایت خیانت کرزای خلیلزاد، اتمر، غنی فاشست، موهب، گلبودین، استانک زیا، طالب، تمام وشی های جنایتکاران فاشست، ترورستان بیدین و دین فروش و وطن فروش است. سبب بدبختی ها در قرنها شدن و امروز هم هستن. و یک خائنش امروز به نام افغان، کدام افغان؟ وطن فروش، جاسوس، نوکر. به انگلیسی نشته کرده بود. من هم میگم اضافه تو به انگلیسی فرزند چطورکوی برو در او فلانی کشور فرار کردی اموش برو. ببینید اینا تا ای اندازه تمام تاریخ خود فراموش کردم که خود از اینا از کجاها آمدن، کیها اینا را آورده این منطقه. امیال اینا باور کنید که دنافشان کبربند آیسای و استخبارات جهان نباید سلیکاری کرد از افغانستان فرار میکنن. مرد میدان هم نیستن و میان توهین میکنن، در تهدید میکنن. بخواهی نخواهی ما برات میگم او فتنه و جاسوس. اما تا که لشکر و سپاهان مسعود بزرگ خلقی و کمونست از کابل فرار داد و در زمان مقاومت طالب وشیت فرار داد، گلبودینت فرار داد که در پشتش آیسای پاکستان و استخبارات جهان بود، بازم شما را فرار میده احمد مسعود یارانش، بازم بیرق مقاومت بلند میشه. ای بیادت باشه حق بقدار میرسه. اید نشه مناطق خود ما باید کل مناطق بگیریم بیرق مقاومت بلند بکنیم اگه تو باشه. این حرف من نمیخوایم خدا نخواسته حرف منفی بزنم. اگر با زورگویی میکنی با مقابل زور باید زور بگوی گفته شوه. حق انسان باید از طلبیده نمیشه با زور گرفته شوه. دوستا چیز دیگر میخوایم بگویم و خدافزی داریم. میتونم باز آهنگ هم اگر وقت باشه میگذارم، اگر نه در هفته بعدی بخیرم وقت ما به پایان رسیده. ببینین تاریخ افغانستان چرا؟ تاریخ قهرمانی های امروز در مورد زنای افغانستان در جهان چرا اینا یادآوری نمی کنن؟ ما دخترای افغانستان بیش از 50، 60 یا 40 سال حتی در زمان قشون سرخ دانشگاه کابل دختران افغانستان تظاهرات کردند به مقابل قشون سرخ و جاسوسایشان دولت یا رژیم کمونیستی سابق که در اونجا صدها دهها دختر قهرمان هم و تبار من مثل که امروز در خیابانهای کابل در زمان مقاومت اول دوم استادگی میکنن در زندانها هستند. ای پیش از ای آهوی جامعه جهانی که کیر قهرمان بسازن نسازن، یا تا نره که نایید و وجیه شهید در مقابل تانکای روسی ساده شدن و تانکای روسی اینا را درایف کردن در سر وجودشان، اینا را به شهادت رساندن. ما تا دختران قهرمان داشتیم. مگم چرا جامعه جهانی بعض کشورها را فوکس میکنن به خاطر منفیت شخصیشان، به خاطر که اینا بزد منافع ملی یک کشور هستن یا بزد دولتشان یا بزد استراتیجی و کشور هستن، یک دستیسه را میسازن، کلان میسازن که کلان هم باید شود. اگر حق یک ملت هست، اگر حقوق یک ملت است، او قابل قبول هر کی است. مگم با مقابل ملت افغانستان همیشه نامردی شده در سطح جامعه جهانی. هیچ وقت از قهرمانی های ملت افغانستان از زنان شاد نمیشه. بازم تکرار میکنم، به خاطر مشکل دیگه چی است که این کشورهای همجوار یا کشورهای دیگه که اینا لابیست های بسیار بزرگ در امریکا دارن، اینا مذهبای دیگه هستن که باور به اسلام ندارن، در ایج دست بالا دارن در جامعه جهانی. با او خاطر است که میتونن از امتبارای خود، همزبانای خود سخت دفاع بکنن و اتحاد اتفاق هم دارن. وقتی که اگر میآیند در منافع ملی کشورشان
اگر پاکستان است، سمت برای ایرانی ماست، ازبکا است، هر کشورک است، وقت نمیگن تو عرب ایرانی هستی، تو ارمنی ایرانی هستی، تو اسیریان هستی. مثل افغانستان فاشستا تباه کرد. مشکلات زیاد ما هم دویی است. چرا دیگه کشورها دست بالا دارن و ملت افغانستان قربانی ناحق میشه؟ تمام قهرمانی ها را ملت افغانستان میکنه که امروز کردن. امروز آیا در کشورهای دیگه مردایشان شجاعت ندارن که مثل احمد مسعود دیگر آورده مقابل دولت های خود ساده شوند؟ چرا نمیتونن؟ قدرت های جان برشان اسلام میتونن، سادگی میتونن بکنن، مگم ندارن. ببینین؟ و رهبرایشان در واشنگتن اینا صحبت میکنن، نمایندگی از ملت خود میکنن. احمد مسعود، احمد چای مسعود از متن جامعه از نوجوانی آغاز کرده. فرق رهبر واقعی سرزمین ما تا زمین آسمان است. عزیزان، وقت برنامه به پایان میرسه. بگذارین من برنامه رو ببینم که چند دقیقه رفتیم. ما باید از بله برنامه به پایان میرسه. بازم تکرار میکنم که در 12 و 13 نوامبر افتخارات داره که منده در سطح میدانه بگویم بین المللی که در اونجا صحبت کوتاهی دارم، در یک اوارد شو است در هالیوود که در اونجا هم بیرق مقامت است ما داریم و همچین لوگو را و ای کلان افتخار است که در مورد جبهه مقاومت و طالبان جنایتکار بسیار کوتاه فشرده صحبت میشه. ای کلان افتخار است. و شب پیشترش که فعلا در مورد دیتیل صحبت نمیکنم، اوجام صحبت های هست. اوارد برای بنده میتن که در بیولی هیلز است، 40 دیپلمات است و یکی از کینگ و کوین رویل فامیلی، فرق نداره از کدام کشور، و رویل فامیلی هستند، در اوج حضور دارن که بنده اوارد خودم میگیره و صحبت های داشته میداشته باشم. ما کارهای اساسی را انجام بدیم، نه کارهایی که در فیسبوک و یوتیوب و سوشال مدیا. همونطور که پیشتر گفتم، به خاطر شهرت جا طلبی بکنیم. از زان ما مقاومت ادامه داره، مقاومت برنده است. احمد مسعود فرزند قهرمان ملی، جاگزین مسعود بزرگ است. دنیا حیرت ماندن، دنیا از خواب غفلت و از پلانهای شومشان چی در سطح منطقه و جهان از خواب غفلت بیدار شدن و امروز متوجه حرکات احمد مسعود و جبهه مقاومت شدن. تا هفته آینده سه شنبه شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. زنده باد مقاومتگران، زنده باد افغانستان. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم. وطن خاک پاکت بهشتم.